بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در قسمت فیس مسل و اسکلپ، یعنی پوش که پنج طبقه ای که اطراف خود دماغ یا سر پوشانیده، اونا را میخوانیم. مسئلاتی که در این قسمت هست مکمل باشه، اینا همشون را میخوانیم. خب، اول عضلات اسکلپ و وجه را شما ببینین. اول از قسمت عضلات اسکلپ و وجه که عنوان عمومی هست اینجا شروع میکنیم، که عضلات اسکلپ و وجه یعنی فیس یا روی ما میگیم، که از سکند فرنجل آرک منشه میگیرن. شما ببینین در حیات جنینی را نشان داده یا حرایت روشه می را نشان داده فرنجل آرک ها را، که فرست فرنجل آرک تقسیم شده و سکند فرنجل و ترد فرنجل آرک اینا چی شدن؟ تقسیم شدن. خود از قسمت های امی سکلپ که هست از سکند فرنجل آرک اینا چی میشن؟ ساخته میشون و ای توسط عصب فشیل، یعنی عصب افتام اینا چی میشن یا عصب وجهی تصیب میشن. خیلی تصیب عضلات اسکلپ و وجه توسط کدام عصب صورت گرفتن؟ توسط عصب فشیل یا عصب افتام. اینجا شما ببینین خود عصب فشیل یا عصب افتام هم برای ما نشان داده، که بعدا در قسمت از وجه قفی که درس ما رسید مکمل خود فشیل نرد و میخوانیم که عصب فشیل از چی است و از کدام ساختمان ها ساخته شده، کجا باز به شکل مشرح‌تر اونا رو مکمل میخوانیم، چون اینجا باید بفهمیم فشیل نرف تصیب از عضلات نواحی وجه شده. خود اسکلپ ببینین، اسکلپ میگم از پنج طبقه ساخته شده، که سه طبقه اول با هم یک جا شده و بروی جمجمه حرکت میکنن. خب اسکلپ ما گفتیم یک ساختمان پنج طبقه ای است و سه طبقه از اینا با هم یک جا شده و برای جمجمه حرکت میکنن. جمجمه هم استخوان سر گفتیم، اینا بالای استخوان سر میتونن که حرکت بکنن. خب طبقات اسکلپ قرار زایل است. اسکلپ که ما دوبارهشون گفتیم طبقاتشان، یعنی از پنج طبقه که ساخته شده اونا رو میبینیم. اول شما ببینید در این قسمت از قسمت اسکن یا چی شروع کرده بودن؟ از قسمت اسکن یا جلد شروع شده. اول طبقهشون رو گفتیم که اسکن یا چی بودن؟ اسکن یا اینا را گفتیم که از جلد چی شده بودن؟ ساخته شده بودن. دوم اینا را گفتیم که از اپینوروسز ازلی اکسوپیتو فرانتال ساخته شده. دومشان را گفتیم اینا از قسمت چی ساخته شده؟ از اپینوروسز یا اپینوروسز میتونیم گفته که اینا از قسمت امو کنکتیف تیشو میتونن ساخته شون. سوم ببینیم که نسج منظم سست است، که سه طبقه اول را اجازه میدهند تا برای طبقه پنجم اینا حرکت کنن، و بعد از او گفتیم که اینا از پیریوستیوم ساخته شدن. دیگه اینا را گفتیم از پیریوستیوم اینا ساخته شد، که پیریوستیوم هم از استخوان چی بود؟ پیریوستیوم استخوان جمجمه اینا چی شده بودن؟ ساخته شد، که از جلد است، از نسج منظم است. و بعد از او را اینا را گفتیم از اپینوروسز هستن، که سی کنکتیف تیشوز ایرم از اپینوروسز گرفته شده، الش هم که است از لوز مو کنکتیف تیشو یا نسج منظم سست، و آخرش هم پی از پیریوستیوم ساخته شد. خیلی جمع فهمیدیم که خلاصه اسکلپ از این طبقات چی ساخته شد؟ طبقات زل سی کنکتیف تیشو از ایم هم اپینوروسز است لوز کنکتیف تیشو گفتیم اینا ساخته شده بودن، و پنجمشان هم چی بود؟ پی. خیلی از چی ساخته شد؟ از اسکلپ از این پنج طبقه ساخته شده. خب در این قسمت در مسئله سافت اسکلپ و عضله خود اسکلپ هم میخوانیم، که اسکلپ هم یک عضله دارم و عضلش هم میخوانیم. در اسکلپ یک عضله است که به نام اکسیپیتو فرانتالس یاد میشوند، آر ای پیکرانوس مسل. عضله اسکلپ به نام اکسیپیتو فرانتالس آر ای پیکرانوس مسل یاد میشه. در این قسمت ببینین اکسیپیتو فرانتالس که گفتیم، یعنی یک قسمت شانه شما سعی کنین اکسیپیتالس مسل شد، و دومشان هم چی میشدن؟ فرانتالس مسل. خیلی چند مسل شده جا؟ دو نوع عضلات شد، اکسیپیتالس و فرانتالس. خیلی میتونیم هر دوی این عضله را چون دو قسمت تقسیم شده میتونیم بگیم که اکسیپیتو فرانتالس. خب اوریجن از اینا را هم سعی کنین، اوریجن یا مر عضله را گفتیم که یک اوریجن یا یک منشأ داره، و یکی هم انزرشن اینا میداشته باشن. اوریجن میگه این متشکل از فوربیلیز
از چهار قسمت بیلی ها و تو اکسیپیتال و تو فرانتال که توسط اپینوروسیس با هم وصل شدن. ببینین که بیلی های از اینا را که گفتیم چهار دانه که گفتیم، اینه ببینین یک تا، این دو تا، این سه تا، این چی شده؟ چهار تا. که نام از این را نامش چی ماندیم؟ فرانتال بیلی. خیلی فرانتال بیلی، چند دانه فرانتال بیلی داشتیم؟ دو تا. چند تا اکسیپیتر داشتیم؟ دو دانه. خیلی دو چند شده؟ چهار تا بیلی. بیلی نمی ساختمان را به نام بیلی هایت میکنن. و همچنین اینا را گفتیم که دو قسمت اکسیپیتالس و فرانتالس چی شده بودن؟ ساخته شد. خیلی دو قسمت از اینا را که گفتیم اکسیپیتال بود و دیگه شانم چی بود؟ فرانتال. اینا را گفته بودیم که توسط نسج پینوروسیس یا نسج منظم به این شکل با همدیگر چی شده بودن؟ وصل شده بود. خب گفتیم اینا متشکل دو قسمت اکسیپیتال و قسمت چی گفتیم؟ فرانتال. اینا لیجا گفتن که اکسیپیتال بیلیز خورتر می باشن یا بیلی های اکسیپیتال کوچکتر هستن و اینا از قسمت هایست نخیل لاین که در درس گذشته در مورد اینا بر شما معلومات داده منشأ گرفتن. و این هایست نخیل لاین در کجا قرار داره؟ از استخوان اکسیپیتال. و این اکسیپیتال بیلیز به طرف قدام پیش میره و امرا با اپینوروسیس که اینجا برنگ سفید نشان داده با این اپینوروسیس اینا چی می شدن؟ وصل می شدن. The frontal billies are larger, یعنی frontal billy ها که این دیجا یاد کردیم frontal billy، اینا بزرگتر می باشن و enclosure to each other in the midline و اینا در قسمت midline با هم دیگر چی می شدن؟ یک جای وصل می شد. یعنی قسمت هم midline گفتیم یا خط وسط، در خط وسط هر دو از اینا چی می شدن؟ یک جای می شدن و اینا هم خود frontal billy ها هم در عقب می ره و با چی یک جا می شدن؟ در عقب با اپینوروسیس یک جا می شدن و را با قسمت اکسیپیتال دوباره وصل می شدن. خب they arise from the skin and superficial fascia of the eyebrow and pass backward to be attached to the epineurosis. خب اینا هم گفتیم از قسمت فرانتال بیلی ها را میگن که از قسمت سوپرفیشیال فاشیای ایبرو یا از قسمت سوپرفیشیای ابرو ها منشأ گرفتن و به طرف عقب رفتن، در عقب با پینوروسیس وصل شد. خیلی خلاص میتونیم گفته اکسیپیتال فرانتالیس یک عضله است که از قسمت اکسیپیتال فرانتال ساخته شدن و اینا متشکل از بیلی هاست که هر یک از اینا اکسیپیتال هم دو تا بیلی داره، فرانتال هم دو تا بیلی دارن که مجموعه بیلی های از اینا چند عدد شد یا مو این ساختمان رو گفتیم بیلی یاد میکنن، چهار بیلی یا چهار قسمت ساخته شد. اینجا هم شما این تصویر رو سعی کنیم که از منظره وحشی برای ما نشان داده که اکسیپیتال فرانتالیس هست، یک طرف بیلی هایش نشان داده و یه هم فرانتالیس مسئله هست و یه هم قسمت اپینوروسیس هست که دو اینا رو با هم وصل میکنن. خب دیگه در قسمت مسلس آف آوتریر یعنی عضلات گوش میخوریم، چون گفتیم عضلات سکالپ و وجه هست، تمام این قسمت ها اینا رو شامل میشدن. در عضلات قسمت خارجی گوش شما سعی کنین که اوریکولر انتریور است، اوریکولر سوپریور و اوریکولر پوستریور. خب اینجا تصویرش شما یک بار ببینین در این قسمت، در این تصویر اینا را خوبتر نشان دادن. خب اینجا ببینین قسمت انتریور اوریکولر مسل می شد. این قسمت هم گفته بودیم که سوپریور اوریکولر مسل می شدن و این قسمت هم و یکم که در رقب آمد ایره به نام پوستریور اوریکولر مسل یاد کردیم. انتریور اوریکولر مسل، سوپریور، پوستریور، چند عدد از چند عضله در اینجا بودن؟ سه عضله. و اینا هم در رولشان میگن اول این عضله انتریور اوریکولر مسل که ما میبینیم، رول انتریور اوریکولر مسل یعنی پروتراکتور آف دی اوتر ایر، یعنی که یعنی در حرکات خود گوش خارجی رول میداشته باشن. اوریکولر سوپریور بالا میبره گوشه و اوریکولر پوستریور ایره کش میکنه به طرف امی گوش خارجی ره به طرف عقب میتونن کش بکنن. پس ای چی بودن؟ سه دان عضله که به صورت ساده باید یاد بگیریم، عضله اوریکولر علوی، عرک عضله اوریکولر قدامی و عضله اوریکولر خلفی، که سه دان عضله در گوشی جا بودن که جمع در این تصویر اینا را نشان داده که سوپریور شدن اینا، ای سوپریور اوریکولر مسل شده
ای پوستیر اوریکولار مسل شده، این قسمت هم که شما سعی میکنین سوپیر اوریکولار مسل و اینجا هم چی شدن؟ انتریور اوریکولار مسل شده اینا. خب عضلات قسمت دوم که ما میبینیم عضلاتی است که عضلات اطراف چشم میباشن، یعنی اوربیکولار سکولی، یعنی عضلاتی است که در اطراف چشم قرار دارن. عضلات اوربیکولار سکولی یعنی عضلاتی که در اطراف چشم قرار داره، اینا رو تقسیم میکنیم به دو پارت یا دو قسمت. یک قسمت شانه گفتیم که پالپبرال است، ایلیتس یعنی پلک های چشم شامل شدن در قسمت میباشن یا در قسمت ایلیتس یا پلک های چشم اطرافشان. و دومشان هم گفتیم که اوربیتال است که فورهد تمپورال ریجون یعنی در این نواحی چی داشتن قرار داشتن. اینجا هم شما سعی کنین در این تصویر اوربیکولارس اوکلی مثلا نشان داده که دو قسمتشان هم ما اینجا یادآوری کردیم. این در این تصویر دیگه واضح تر معلوم میشن، در این تصویر دقیق ببینین. درباره اوربیکولارس اوکلی یعنی عضله حلقوی اطراف چشم، یک قسمت شسای کنین پالپبرال گفتیم که پالپبرال از اینا در اطراف چی می باشن پلک هاست. و دیگه و دومشانه گفتیم اوربیتال، اوربیتال در اطراف چی هست؟ در اطراف خود یعنی کره چشم قرار گرفتن این شکل. خیلی دو قسمت تقسیم شد، پالپبرال و دیگه شون هم چی شدن؟ اوربیتال تقسیم شدن اینا. و دیگه هم در مورد اوربیکولار سوکلی اتچمنت ها یعنی اوریجن و انزرشن شانه گفتن. در دقیق قسمت شما ببینین به شکل ساده اوربیتال پارت و اوریجن شانه میخوانیم و انزرشن شانه میخوانیم، یعنی ناحیه اوریجن و هرزشن یعنی منشأ و ارتکاز شانه میخوانیم. اوربیتال پارت از اینا میگن که از قسمت نزل پارت فرانتال بون چی شدن؟ منشأ گرفتن. از کجا منشأ گرفتن؟ از قسمت اوربیتال پارت فرانتال بون منشأ گرفتن. And the frontal process of the maxilla و frontal process maxilla و medial palpebral ligament هر سه قسمت منشأ گرفتن از قسمت frontal nasal part frontal frontal process maxilla و medial palpebral ligament منشأ گرفت. دومشان را گفتیم که پالپبرال پارت است که پالپبرال پارت شان گفتیم که از قسمت میدیال پالپبرال لگامنت منشأ گرفت. اگه یاد شما باشه این قسمت شما ببینین این یا لگامنت ها است، مثلا این لترال پالپبرال لگامنت میشه یا چی میشه، این قسمت میدیال پالپبرال لگامنت میشن. خیلی پالپبرال پارت از کجا منشأ گرفت؟ از میدیال پالپبرال لگامنت اینا منشأ گرفتن. و اینجا باز یک قسمت که دیگه می رو تقسیم کردیم که لکریمال پارت گفتیم که اینا از کجا منشأ گرفتن؟ از لکریمال بون، که در زیاد جایا عموم که میگن اوربیتال پارت و پالپبرال پارت میگه و این لکریمال پارت یک قسمت کوچکشان می باشن. دیگه در مورد انزرشنشان رو ببینین یا ارتکاز از اینا رو ببینین. خب یه عضلات گفتیم که اطراف چشم به شکل حلقوی می پوشانن. حالا ببینین اوربیتال پارت، اوربیتال پارت میگن این اولشان اوربیتال پارت میگه که میآیند و به قسمت اولی خود اتچمنت یا وصل میکنن خود اندیس فایبرز اند سرکل و ای سبب میشن اطراف چشم را میپوشانن، یعنی از جایی که منشأ گرفت دموج دوباره ارتکاز میکنه و اطراف چشم به شکل حلقوی میپوشانن. دیگه شان گفتیم که پالپبرال پارت هستن، پالپبرالشان چی است که میگه لترال پالپبرال لگامنت اینا از دامدن با کدام قسمت ارتکاز کردن یا وصل شدن؟ با لترال پالپبرال. منشأشان از میدیال پالپبرال بود و ارتکازشان هم از قسمت لترال پالپبرال بود. سومش هم گفتیم لکریمال پارت که از لکریمال بون منشأ میگرفت، اینا میاین با میدیال پالپبرال رف اینا چی شدن؟ یک جا شدن. خب با قسمت میدیال پالپبرال اینا دوباره چی شد؟ ارتکاز کردن. و اعصاب دی ساحات که گفتیم سه تقسیم شدن، اوربیتال و پالپبرال و لکریمال، که لکریمال قسمت کوچک شانند از یاد جوایا تنها دو قسمت کلانشانه یادآوری میکنم. قسمت لکریمالش قسمت کوچک، این سه قسمت مربوط چی شد؟ مربوط به خود استخوان اوربیکولارس اوکولی شدن. اینو عضلات قسمت بالا بود یعنی همون اسکالپ که پوشانیده بود. حالا مثلا میبینیم از قسمت عضلات وجه هم، عضلات وجه ها گفتیم این عضلات در صفاق سطحی قرار دارن و از جمجمه منشأ گرفته. خود از عضلات وجه ها گفتیم که از قسمت جمجمه منشأ گرفتن.
که میتونن تقبل زهنده و توسط هنده اوربیت انف یا انف یا بینی گفته میشه، دو دانه ذکر شده انف بینی خواردش یک چیز است و دهن عمل میکنند. این عضلات به وجه حالت میدهند، یعنی حالت وجه را اینا چی میسازن؟ مشخص میسازن یا حالت میدن. خب در قسمت اسکالپ شما ببینین، خود اسکالپ خواندیم که اوکسیپیتو فرانتالیس مسئل و مهمترین عضلشان اینجا خواندیم، اوریکولر گروپ خواندیم که دو قسمت و تمپورو پریتالیس ماند و اوریکولر شانه قسمت شانه خواندیم. در قسمت چشم ما در مورد عضله اوربیکولاریس اوکولی خوانده بودیم و لواتال پارپیبرا سوپریور و کورگیتور سوپرسیریالی عضله سه عضله چشم می باشند. در بینی رم که شما سعی کنین پروسیروس است، نزالس و دپرسور سپت نزدیکی بینی عضلات قسمت چی شد؟ بینی شد که رم در اینجا به ما همشان نشان دادن. خب اول عضلات اطراف چشم اوربیکولاریس اوکولی را قبلا خواندیم، اوربیکولاریس اوکولی را باز اینجا به شکل خلاصه دوباره میخوانیم. اوربیکولاریس اوکولی گفتیم اینا از قسمت میدیال اوربیتال مارجین اند زایگوماتیک بون اینا منشأ گرفته بودن و انزرشنشان هم گفتیم به جلد و جلدی که اطراف چشم را میپوشانید و تاثیراتشان هم گفتیم بسته کردن پلک ها و پایین کردن جلد ناحیه پیشانی می باشند. خیلی دیجا گفتیم منشهشان از کدام قسمت بود؟ میدیال پارت زایگوماتیک بون. انزرشنشان هم در جلد اطراف چشم بود و تاثیراتشان هم بسته کردن و پایین کردن جلد اطراف پیشانی بودن. حتی قسمت هایش قبلا در سلاید قبلی خوانده بودیم که اینا را گفتیم که به شکل اوربیتال پارت و پالپیبرال پارت که زیاد جای همین دوی سره برش یادآوری میکنه و یک قسمت خوردم اینا دارن که لکریمال پارت یاد میشد که سه اینا رو تقسیمشان کردیم. باز اینجا برای ما نشان داده اوربیتال و پالپبرال هستن و یک قسمت خورده گفتیم که داشتن لکریمال پارت میباشن. خب این سلاید ایجا اضافه آمده. عضله دومه که میخوانیم، عضله دومه که در چشم است ایره به نام کورگیتور سوپرسیلیاری یاد میکنن. در قسمت کورگیتور سوپرسیلیاری را که شما میبینین اوریجنشان را سعی کنین دی میدیال اند آف دی سوپرسیلیاری آرک آن دی انفیریور پارت آف دی فرانتال بون، یعنی اوریجن یا منشهشان ما میتونیم گفتم که قسمت اونسیه، قسمت منشهشان را گفته بودیم که قسمت اونسی سوپر سیلیری آرک، قسمت اونسی چی شد؟ سوپر سیلیری آرک on the inferior part of the frontal bone و در قسمت سفلی فرانتال بون. خیلی قسمت سفلی فرانتال بون شد و اونسی کدام قسمت شد؟ کورگیتور سوپر سیلیری شد. انزرشنشان را میگیم که انزرشن در قسمت فشیا ان اسکن deep to the ابرو، یعنی از قسمت صفاق و جلدی که در قسمت چی گفتیم ابروها یا اطراف ابروها قرار داشت و جنزرشن کشی کورگیتور سوپرسیلیری مثل و نروشان یا تعصیبشان هم گفتیم تمپورال برانچ آف ده فشیل نرف. خیلی بازم توسط چی بود؟ یک شعبه از سر فشیل چی شد؟ تعصیب شد. اوریجنشان از قسمت اونسی قوس سوپرسیلیری منشه گرفتن، یعنی همون ناحیه قسمت سفلی استخوان فرانتال میشه که همون سوپرسیلری قرار دارن، قسمت سفلی استخوان فرانتال و ارتکازشان هم گفتیم صفاق و جلد که عمیق در ابروها قرار داره و تعصیبشان هم گفتیم تمپورال برانچ فشیل نرف. این عضله هم که میبینین این عضله کدام عضله است؟ عضله کورگیتور سوپرسیلری میباشن. خب دیگه قسمت عضلات بینی است که باید